من دیگر نمیخواهم از پیروان آمون باشم. آیا نبی خدا مرا میپذیرد؟ خوش آمدی خفو، خوش آمدی. آینه این باور کردنی نیست. خدا چنین عنایتی به کسی نمی کند. خدا تو را خیلی دوست دارد زلیخا. شکر کرد که چشمانتان بینا شده. خوشحالم که باز هم زیبا و جوان شده. من در گذشته نیست دیدگان بینا و چهره زیبا داشتم، اما آن زمان خالق آن را نمی شناختم. از خداوند سپاس گذارم که این بنده خطاکار را مورد عنایت قرار داد. بانو، جناب یوزارسیف در پشت در هستند. ظاهرم قصد دیدار بانو زلیخا را دارند. نه اکنون نه، از ایشان پوزش بخواهید و فعلا مرا معذور بدارید. اگر اجازه بفرمایید میخواهم چند روزی را با خدای خود تنها باشم. نمیخواهم جز خدا به هیچ چیز دیگری فکر کنم. متوجه نمیشم دلیل این اکراه چیست؟ نمیدانم چه اتفاقی افتاده، فقط میدانم که فعلا دیدار ایشان برایم مقدور نیست. از جانب من از ایشان عذرخواهی کنید. حال او چگونه است؟ بهبودی ها؟ خوب است، به هوش آمده. میتوان او را ملاقات کرد؟ فعلا نه، او شما را نمیپذیرد. یعنی نمیخواهد مرا ببیند؟
او میگوید فعلا از دیدار با شما معذور است. او میخواهد چند روزی را با خدای خیش خلوت کند. میخواهد تنها باشد. شما منظور او را میفهمید؟ من که سردر نمی آورم. نه به آن همه اشتیاق برای دیدار شما، نه به این خودداری. فکر میکنم این حالت زلیخا را درک کنم. با او کاری نداشته باشیم. گمان میکنم او به این خلوت با خودم نیاز دارد. موضوع چیست؟ برای من هم بگویید. خوشا به حال زلیخا. این سعادت را به هر کس نمیدهم. او سالها کوی به کوی گشته، در به در جستجو کرده تا خانه یوسف را یافته است. خسته و درمانده به امید دیدار یوسف دق و باب کرده، اما آن که به رویش در گشوده زیباتر از یوسف بوده و مهربانتر از او را پذیرفته. انصاف باید داد. یوسف کجا و زیبای مطلق خالق یکتا کجا؟ من حق ندارم به سعادت و عنایتی که در حق زلیخا شده حسادت کنم. حسادت در شأن آسنات نیست. زلیخا باید قبطه خورد. او با معشوق دیگری خلوت کرده و گمان میکنم این خلوت نشینی و این شور و جذبه 40 روز به درازا بیانجامد. 40 روز؟ آری، او پیش از این مدت این خلوت را ترک نخواهد کرد. سالهای سال او انتظار شما را کشیده است و اینک نوبت شماست که مدتی منتظر او بمانید. هم سفرانشان نگفتن میآیند، جای نگرانی نیست. پس کو؟ چرا نیامده؟ میآیند. ما نباید می آمدید. باید منتظر می ماندید تا فرزندان یعقوب هم بیایند. اگر ما خود را زودتر به کنعان نرسانده بودیم که همه شما از گرسنگی مرده بودیم. هر ثانی ما نمی دانستیم تا کی باید منتظر آنها بمانیم. آنها را بردند اما اصلا دیگر آنها را ندیدیم.
چندان منتظر ما هستن. اگر اشتباه نکنم پدر رو نیز میبینم. آن خاک چیست دینه؟ خودشان هستند. آری آن خاک برخواسته از حرکت چارپایان است. آمدن پدر بزرگ، کاروانیان آمدن. برویم یاریشان. آمدن فرزندان من، آمدن. سلام. چرا دیر کردید؟ کنان یا سه روز است که آمده. بزرگ برسید ماجره شده بود. خواهید بود بروید. خدایا شکر. می‌بینی؟ آن که از آمدن آنها خوشحال است، اما نمی‌خواهد با آنها روبرو شود. خب معلوم است نمی‌خواهد آنها را ببخشد. بنیامین، مردم آمدن. من به نظر در می‌آیم. قصور از ما نبود مادر. ما میخواستیم محض رسیدن به مصر و تهیه گندم باز کردیم، اما عزیز مصر ما نشد. در حقیقت ما را میهمان کرد. عزیز مصر هوس کرده بود که از برادران کنعانی پذیرایی کند. اگر اعتراض نمی کردیم و از نگرانی ها و چشم انتظاری های شما نمی گفتیم، به این زودی رهای ما نمی کرد. پس پدر کجاست؟ از روزی که شما رفته اید نگران مدام این راه را می نگریست، مخصوصا از لحظه که کنعانیان بدون شما بازگشتند. بسیار آشفته شد. تا به حال اینجا بود، خیالش که از جانب شما آسوده شد به درون کل برفت. از دور دیدیم چه رفت. یعنی هنوز هم نمی خواهد ما را ببیند؟ حق دارد، خاطر یوسف فراموش شدنی نیست. نمی خواهد ببیند، اجباری که نمی شود. احاد شاول، حیوان ها را ببرید.
مردم کنعان را در شادی خودتان سهیم بدانید. خوشحالیم که فرزندانتان برگشتند. سپاسگزارم یاکی. خدا شما را حفظ کند. به مردم بگویید به کنعان بروند. به کنعان باز می‌گردید. هم نخواهد شماها موظفید به دیدار او بروید. بروید بروید و احوال او را جویا شوید. راستش پدر اجازه می دهید؟ درود خداوند بر نبی خدا. سلام بر نبی الله. سلام بر پیامبر خدا. درود بر نبی خدا. درود بر نبی خدا. درود بر نبی خدا. درود بر نبی خدا. سلام پدر. درود خدا بر شما پدر. سلام پدر. درود خداوند بر شما. خوشحالم که برگشتید. ما همه خوشحالیم که بار دیگر شما را ملاقات میکنیم. امیدواریم که حال نبی خدا خوب باشد. نگران شدیم. چرا دیر کردید؟ عزیز مصر ما را نگه داشت. در حقیقت ما را میهمان کرد. بسیار هم اکرام نمود. این گندمی است که عزیز مصر به ما داده است. بسیار خوب و مرغوب است. چه بوی خوشی. چقدر نشاط آور. بوی حیات می دهد. این گندم بوی آشنا می‌دهد. زندگی را به مردم کنعان بازگردانده. عزیز مصر، همه مسافران را مورد عنایت و اطعام قرار داد یا فقط با شما این گونه بود؟ چون دیگر کنعانیان را ظاهراً مورد توجه قرار نداده. نه، فقط با ما این گونه بود. سه روز تمام در قصر خود از ما بهترین پذیرایی را به عمل آورد. خود نپرسیدید برخورد دوگانه عزیز مصر با مردم یک شهر چه دلیلی دارد؟ می گفتن توجه عزیز مصر به خاطر یکتا پرستی ماست. نه، این نمیتواند باشد. همه دیگر همسفران کنعانی شما یکتا پرست بودند. نه، دلیل دیگری باید داشته باشد. او حتی پیشکار مخصوص خود را مأمور پذیرایی از ما کرده بود. مصر از زمین کهنسال و عزیز مصر مرد بزرگ و قدرتمندی است. او را با شبانان بی بضاعت کنعان چه کار؟ این لطف و عنایت او یا از سر درایت بوده است یا آشنایی. آیا او را شناختید؟ یا او ابراز آشنایی نکرد؟ نه،
او اظهار آشنایی نکرد. البته من و روبین گمان میکردیم که او را میشناسیم، یا شاید او را جایی دیده ایم. خیلی فکر کردیم اما نتوانستیم او را به جا بیاوریم. در قبال این اکرام و احترام از شماها چیزی نخواست؟ توقعی؟ سؤالی؟ تقاضایی؟ نه نه اصلا، او بی‌نیازتر از آن بود که از ما چیزی بخواهد. با اینکه عزیز مصر مرد مهربان و بخشنده‌ای بود، اما گندم زیادی نصیب ما نشد. اگر شما و بنیامین هم بودید دوست همه گندم بیشتر میگرفتیم. مهم نیست، اگر بتوانید هر دفعه همینقدر گندم بیاورید قحطی را سپری خواهیم کرد. تا سال دیگر هم ببینیم مشروعیت خداوند بر چی قرار میگیرد. ولی نوبت بعدی وجود ندارد پدر، مگر اینکه بنیامین را هم در سفر بعد همراه خود ببرید. یعنی اگر بنیامین نیاید شما برای آوردن گندم نمی روید؟ نه نه پدر، منظور شمون این نبود. عزیز مصر گفت اگر در سفر بعد برادر کوچکتر را به همراه خود نیاورید به شما گندم نخواهم داد. او از کجا می دانست شما برادر دیگری هم دارید؟ آن هم کوچکتر از همه شما ها. از سخنان ما فهمید، به او گفتیم پدری پیر و برادری کوچکتر از خود داریم، سهمی هم برای آنها بدهید. او به ما مشکوک شده بود پدر، و گمان میکرد که میخواییم از محبت های سوء استفاده کنی. آری پدر، او گمان کرد برای به دست آوردن گندم بیشتر دعوی داشتن پدر و برادر میکنیم. هرچه اجزلابه کردیم سوگند خوردیم باور نکرد. گفت اگر راست میگویی در نوبت بعد برادر کوچکتان را بیاورید تا باور. گفت اگر برادرتان را به همراه نیاوردید به مصر هم نیایید، وگرنه مجازات میشوید. محال است، محال است بنیامین را با شما همراه کنم. این را از فکر خود بیرون کنید. آرام باشید پدر. اینها رو از کجا آوردی؟ درون یکی از بارهای گندم بود. گندم؟ چه میگویی؟ درست به اندازه همون سکه هایی است که به مأمورین برای خرید گندم دادی. سکه های خود ماست. کیسه را نمیشناسی؟ آری کیسه خودمان است. ظاهرا عزیز مصر گندم رایگان به ما داده. از کجا که اشتباهی نشده باشد؟ تردیدی نیست که عمدی در کار بوده. از کجا معلوم که مقصود امتحان ما نیست؟ شاید عزیز مصر میخواهد بداند که ما این امانت را تصاحب میکنیم یا اینکه باز میگردانیم. نکند در معامله غش کرده بهای گندم را نپرداخته باشید. شما به ما حرامخواری نیاموخته اید پدر. به شما اطمینان میدهیم که این چنین نیست. ما از سکه ها بیخبریم. با این وصف عزیز مصر خواسته شما را تشویق کند که دوباره به مصر بازگردید. اما چرا؟ آری چرا؟ چرا عزیز مصر مشتاق بازگشت آنهاست؟
چه عرض کنیم؟ نمیدانیم. نمیدانیم. و شاید این اقدام نه تنها نشانه اشتیاق نیست، بلکه نشانه بی‌رغبتی و عدم اشتیاق عزیز مصر است. آن را که بپذیرند بضاعتش را نیز قبول کنند، و آن را که نپذیرند بضاعتش را باز پس دهند. خداوند تبارک و تعالی بنده ای را که دوست بدارد اعمالش را ضبط و در نامه عمل ثبت می کند، و آن را که دوست ندارد طاعات و عباداتش را یک جا رد می کند. مبادا عزیز مصر با نهادن سکه درون گندم ها شما را از درگاه خویش رانده باشد. نمیتواند این گونه باشد. عزیز مصر مشتاق دیدن ما بود. آره، اگر اصرار ما بود به این زودی رهای ما نمیکرد. بله پدر، همینطور. اگر نپذیرفتن سکه ها نپذیرفتن ما بود، پس این همه محبت و پذیرایی برای چه بود؟ با این وصف شک نکنید که عزیز مصر نقشه ای در سر دارد. آن پذیرایی، آن همه اکرام، بازگرداندن بهای گندم، و از همه مهمتر اصرار در دیدار بنیامین، همه اینها نشانه طرح و ترفندی است که عزیز مصر در سر می‌پروراند. امیدوارم سوء نیتی در کار نباشد. ولی فکر نمی‌کنید این سکه‌ها نشانه حسن نیت عزیز مصر است؟ اصرار در دیدار بنیامین چه؟ اگر در مورد بنیامین به ما اعتماد نکنید حق دارید، اما در حسن نیت عزیز مصر تردیدی نیست. نه، با این همه بنیامین را با شما به مصر نخواهم فرستاد. چرا بنیامین را با آنها نمی فرستید؟ برای اینکه اینان از گناه نسبت به یوسف تا کنون اظهار ندامت نکردند. کسی که اظهار ندامت نکند از کجا معلوم خطای گذشته را دوباره تکرار نکند؟ اگر گندم ها تمام شد چی؟ آن وقت چه خواهیم کرد پدر؟ او که هنوز نتوانست خاطره یوسف را فراموش کند، چگونه میتواند در سفر بعد بنیامین را به دست ما بسپارد؟ مجبور است، وگرنه عزیز مصر به ما گندمی نخواهد داد. یعنی پدر مجبور است یک بار دیگر جگرگوشش را به دست گرگ‌ها بسپارد؟ ولی ما که گرگ نیستیم. یک بار اشتباهی شد و تمام شد. اکنون در مورد بنیامین نیت بدی نداریم. از کجای من معلوم؟ از توبه کردنهای من، از اظهار پشیمانی های من، یا از حقیقت گفتن ها و پوزش خواستن های من؟ پیرمرد چقدر التماس کرد که حقیقت را بگوییم و از گناه خود توبه کنیم، ولی ما چه کردیم؟ ولی ما چه کردیم؟ نزدیک به 40 سال است پدر را چون سپند بر آتش فراق یوسف میبینیم و دم بر نمی آوریم. کافی بود یکی از ما حقیقت را به او میگفت و به این اندوه پایان میداد. درود بر جناب یوزاسی. درود خداوند بر تو باد. خسته که نیستی؟ نه عالی جناب، نگهبانی از خانه نبی خدا نهایت آرزوی هر کسی است. سپاسگزارم، خداوند تو را حفظ کنه.
درود بر نبی خدا. میبینم که منتظر هستید. درود بر آسنات خوب و مهربان من. از بانو زلیخا چه خبر؟ همچنان مشغول عبادت است. کم سخن میگوید، کم میخوابد، میل چندانی هم به خوردن غذا ندارد. درود بر نبی خدا. درود خداوند بر شما. برای بانو زلیخا؟ بله سرورم، میبرم شاید چند لقمه میل کنم. ابتدا متوجه آمدن جناب یوزارسیف نشدید؟ اصلا متوجه ایشان نشدم. پیش از این از دور هم بوی ایشان را استشمام می کردید. امروز لحظاتی را در کنارتان بودند، ولی شما متوجه ایشان نبودید. آن زمان معبود و معشوق من یوسف بود، اما اینک بهتر از او را برای پرستش یافته. چرا با یکدیگر سخن نگفتید؟ گفتیم، شما نشنیدید. موضوع چه بود؟ من نفهمیدم. چیزی نیست، فقط بگذارید او راحت باشد. او به تنهایی نیاز دارد. بگو ندیم آن اتاق را ترک کنند. حضور آنها خلوت زلیخا را برهم می زند. من گمان می کردم با هم سخن نگفتید، حالان که اسراری را در میان گذاشتید و ما توان شنیدن نداشتیم. خود محرم اسراری، خوب هم میشنوی. خود را دست کم نگیر. دست پرورده نبی خدا هستم، هر چه دارم از شماست. گندم فقط همین را داریم؟ دو سه روز بیشتر کفاف خانواده را نمی دهد.
اگر گندم نباشد باید از گوسفندان تغذیه کنم. همین حالا هم شیر و ماست آنها ما را زنده نگه داشته. پدر بزرگم ابراهیم عمویم اسماعیل را برده بود که قربانی کند. خداوند دستور قربانی را داده بود. وقتی خداوند می‌بیند پدر بزرگم در ذبح اسماعیل تصمیم قطعی گرفته، قربانی او را می‌پذیرد و گوسفندی را به جای اسماعیل برای قربانی کردن می‌فرستد. از آن پس عمویم اسماعیل را ذبیح الله نامیدند. چون ابراهیم از اسماعیل گذشت، خداوند اسماعیل را به او بازگرداند. فرزندانم، مثل این که مادر بزرگتان با من کار دارد، شما می توانید بروید. بروید عزیزم. سلام فرزندان. سلام عزیزان. چه شده؟ با این حال باز به راه افتاده ای؟ به زودی باید شاهد مرگ و میر عزیزان من باشیم. همین هایی که در مقابل چشمان من به جست و خیز و شادی مشغولند، همچون مرغان سرکنده پر و بال خواهند زد، پر و بال خواهند زد. چه کنم؟ آیا من مقصرم؟ از گندم ها چیزی نمانده. اگر گندم تهیه نکنیم باید آماده مصیبت باشیم. سلام پدر. سلام بر نبی خدا. سلام پدر. درود خداوند. سلام بر نبی. سلام. درود خداوند بر نبی خدا. سلام مادر. سلام مادر. چرا کاری نمی کنید؟ منتظرید قحطی تک تک فرزندانتان را از شما بگیرد، بعداً اقدام کنید؟ گندم تنها در مصر یافت می شود، چان هم به ما نمی دهند پدر. یعنی عزیز مصر بدون بنیامین ما گندم نخواهد داد؟ و من بین بنیامین و نوادگان و فرزندانم یکی را باید انتخاب کنم. بنیامین را خطری تهدید نمی کند پدر، مطمئن باشید. یوسف را هم خطری تهدید نمی کرد. به شما اطمینان می دهیم، اطمینان می دهیم از بنیامین حفاظت کنیم، همان گونه که از یوسف حفاظت کردید. اگر بنیامین به ما نیاید، نه تنها گندمی در کار نخواهد بود، بلکه رفتن به مصر خطر آفرین نیز هست. اگر قحطی نبود چه بهانه‌ای برای بردن بنیامین می آوردید؟ نه، من به شما اطمینان ندارم و او را با شما نمی فرستم، مگر اینکه هر شرطی که قرار دهید می پذیریم. مگر اینکه چه؟ مگر اینکه وثیقه الهی نزد من بسپارید و در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد کنید که او را به من بازگردانید. تعهد میکنیم پدر، قول میدهیم. قول میدهیم. قول میدهیم. و یاد دارید که نفرین من با معبد ایشتار و کاهنان آن چه کرد؟ نه، این گونه نه. بیایید بنشینید و در پیشگاه خداوند دست ها را به سوی آسمان بلند کرده و سوگند بخورید. بیایید بنشینید. در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد میکنیم که از بنیامین محافظت کرده و او را به سلامت به نزد پدر بازگردانیم. تعهد میکنیم اگر شده جان خود را از دست دهیم، اجازه ندهیم به بنیامین آسیبی برسد. همه در پیشگاه تو و در محضر پیامبر تو عهد میکنیم
همه در پیشگاه تو و در محضر پیامبر تو عهد می‌کنیم که تا پای جان به سوگندمان وفادار بمانیم محروم از مغفرت پروردگار و مستوجب عذاب الهی باشی اگر به سوگندمان عمل نکنی من این بار فرزندم را به خدا می سپارم نه به شما و بنیامین را از او می خواهم پیشتر یوسف را به لاوی سپردم با آن شد که می دانید و من از آن بی خبرم امیدوارم این بار گزندی به او نرسد وگرنه شما پدرتان را زنده نخواهید یافت حق با شماست پدر هیچ کس به جماعتی که بد عهد و پیمان شکن هستند اعتماد نمی کند حق با شماست بروید بروید و آماده سفر شد بروید آوردید. جایشان امن است؟ امن است مادر نگران نباشید گم نکنید که عزیز مصر شما را دوست تصور خواهد گفتم که جایشان امن است نگران نباشید نگران نباشید نوبت قبل اصلا سر و وضع من مناسب نبود چه میدانستیم که قرار است مهمان عزیز مصر شوید از کجا میدانید این بار هم شما را مهمان خواهد کرد تا به مصر نرسیم معلوم نمیشم این بار عزیز مصر از دیدن ما لذت خواهد برد نه اینکه لباس‌های فاخر و بسیار زیبایی پوشیدند عزیز مصر می‌داند که قحطی است اگر سکه‌ای داشته باشیم غذا و نان تهیه می‌کنیم نه لباس خدا نگهدار مراقب خود باش خدا نگهدار حرکت می‌کنید برای من دعا نمی کنید پدر خداوند پشت پناهتان باشد نمی دانم چرا نگران شما هستم باز هم نگران بنیامین هستید؟ نه این بار نگران همه شما هستم احساس می کنم عزیز مصر فکری در سر دارد پدر فکر می کنید اون نیات بدی را در سر می پروراند؟ اگر این گونه است چرا فرزندانمان را به این سفر می‌فرستی؟ نمی‌دانم چه نیتی دارد. اما باید احتیاط کرد. چه احتیاطی پدر؟ عزیز مصر هر چه بخواهد می‌تواند انجام دهد. از ما هم کاری ساخته نیست. نمی‌دانم می‌توانید اصلا با عزیز مصر مواجه نشوید. این ممکن نیست پدر. همه ما ده برادر را می‌شناسند. مخصوصاً مأمورین دروازه. شما که گفتی تپس چندین دروازه دارد خب از دروازه‌های دیگر وارد شوید اگر او سوء نیتی داشته باشد قطعا نام و نشان ده برادر را به دروازه ها خواهد داد
اگر شما 11 تن با یک دیگر نباشید چه؟ او قطعا سفارش خواهد کرد که اگر 10 برادر کنعانی را دیدند او را مطلع کنند. اما من فکر میکنم اگر ما را با هم نبینند نخواهند شناخت. خب با یک دیگر نروید، هر 2 نفر از 1 دروازه بروید، گندم های خود را بگیرید و بی سر و صدا بازگردید. این گونه اگر سوء قصدی هم باشد خونسا میشود. خب این چه کاری ندارد، حتما همین کار را خواهیم کرد. ولی اگر شناختن چه؟ در آن صورت خود را به خداوند بسپارید و تسلیم اراده او شوید. امیدوارم که سلامت بازگردید. مواظب خود باشید، از بنیامین مراقبت کنید، ما دیگر تحمل رنج نداریم، احتیاط کنید فرزندانه. نگران نباشید مادر، ماجرای یوسف دیگر تکرار نخواهد. نگران نباشید پدر، به خواست و اراده خداوند اتفاقی نمیفته. مواظب خودت باش پسرم، بعد از یوسف دوری تو دیگر برایم ممکن نیست. شما مرا به خدا سپرده اید، پس جایی هیچ نگرانی نیست. مراقب خودت باش پسرم. چشم خاله جان، حتما. به من مادر بگو بنیامین، تو از فرزندانم برای من عزیزتری. چشم مادر جان، من همیشه شما را مادر خود تصور کردم. چشم به دنیا که باز کردم جز شما مادری نداشتم. یقین بدانید بیش از یهودا و لاوی شما را دوست دارم. خدا نگهدار، خدا نگهدار. خدا نگهدار، امیدوارم که زود باز کردید. خسته نباشی نگهبان. سپاسگزارم جناب صدر اعظم. آن 10 برادر کنعانی را به خاطر داری؟ آری عالی جناب، همانان که قبلا به حضور شما شرف یاب شدند. به محض اینکه آنها را دیدی نزد من بیاور، بگو عزیز مصر با شما کار واجب دارد. اطاعت عالی جناب، قبلا جناب مالک این فرمان را به بنده ابلاغ کردند. قبلا فرمان جناب صدر اعظم اعلام شده است، مطمئن باشید آنها را به حضور خواهیم. حرکت کنید. توجه بیش از حد عزیز مصر به کنعانیان، مخصوصاً آن 10 برادر، عجیب نیست؟ آری، عجیب‌تر این که آنها را در قصر خود مهمان کرد. به اهالی هیچ یک از کشورها اینقدر توجه ندارد. باید مذهب مهمی باشد. پدر، چرا با تجربه تلخ یوسف بنیامین را با برادرانم فرستادی؟ چاره ای نبود دخترم، برادرانش بدون بنیامین به مصر نمی رفتند. یعنی شما اصلا نگران بنیامین نیستی؟ علت دارد، قحطی مردم کنعان را تهدید می کند، نمی توانم بی تفاوت باشم. در ثانی قبلا یوسف را به برادرانش سپرده بودم، به لاوی، اما این بار بنیامین را به خداوند سپردم.
طرف عزیز دردانه پدر ممکن است از اسب لگد بخوری آن وقت پدرم را از چشم ما ببیند. کرام برم راه نمو و برادرت چه کردید که پدر این همه شما رو دوست دارد؟ پدر که جای خود دارد. از عزیز مصر بپرسید که چرا ندیده شیفته من. زلیخا چه خبر؟ همچنان مشغول عبادت و ذکر هستن. به خاطر داری گفتم به زلیخا حسادت نخواهم کرد. چرا ایستادیم؟ موضوع چیست؟ فکر میکنم به خاطر سفارش پدر است. پدر گفت از دروازه های مختلف وارد شدیم. چه شده؟ چرا فرزندان اسرائیل ایستادن؟ بیاییم، مطلبی نیست. ما برادران با یکدیگر سخنی داریم. شما بروید، ما در پی شما خواهیم آمد. بسیار به جز فرزندان اسرائیل بقیه با من حرکت کنید، اما مثل سفر قبل بینمون جدایی نیفته. نگران نباشید، ما به زودی به شما ملحق کنیم. سفارش پدر را که به خاطر دارید، حال 2-2 یا 3-3 تقسیم شوید تا از دروازه های مختلف وارد شویم. سعی کنید چهره خود را حتی المقدور بپوشانید و به نگهبانان دروازه ها نشان ندهید. اگر از درباریان یا نزدیکان عزیز مصر کسی را دیدید، خود را پنهان کنید تا شما را نبینند. در محل سیلوها هم دیگر را میبینیم، اما سعی کنید کنار یک دیگر نیستید. صبر کنید، همسفران دور شدند، آنگاه حرکت کنید. جادو اش چرا شامون برو بی شما هم برو دان پانت داره یسا که تو هم بازم بره ما هم بره موسیقی
از کجا میایید؟ از اهالی کنعان. پیشتر نیز به تبس آمده بود. آن ده برادر کنعانی که در سفر قبل با شما بودن این بار نیامدند؟ چرا؟ تا نزدیک شهر با هم بودیم. هم اکنون میآیند. داخل شد. احساس میکنم عزیز مصر را چون یکی از عزیزانم دوست دارم. نمیدانم چرا فکر میکنم که قبلا او را جایی دیدم. به عکس تو من در نزد او احساس آرامش و راحتی نمیکنم. هرگاه به من نگاه میکرد انگار درونم را میدید و فکرم را هم میخواند. من هم دلم میخواست ایشان را ببینم، اما با این ترفند پدر ظاهراً ایشان از دیدار ما بی نصیب خواهد ماند. ای فاک، چه اشتباهی کردیم. کاش به برادران میگفتیم هیچ یک از دروازه سوریه وارد نشود. راست گفتیم، مأمور دروازه سوریه همه ما را میشناسد. قطعاً روبین و شمون شناخته خواهند شد. حال باید چه کنیم؟ نگران نباشید، هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد. خدا کند شناخته نشوند. خدا برویم. چه اشتباه عجیبی کردی. چطور مگر؟ نگهبانان این دروازه ما را میشناسند. قطعا شناخته خواهیم شد. پس بیا باز کردیم. نه دیگر دیر شده است. اگر از مسیر خود منحرف شویم بیشتر جلب توجه میکنیم. فقط باید سعی کنیم چهره ما را نبینند. برادر کنانی را ندیدی؟ نه، قافله ده نفره ندیدم. شنیدی؟ سراغ ما رو میگرفت. کنانی هستیم. من جاد هستم و برادرم عشیر. برای گرفتن گندم آمده. شما از آن ده برادر کنانی خبر ندارید؟ نه. نه، خبر نداریم. داخل شوید. از آن ده برادر خبری نشد؟ سراغ آنها را از اهالی کنان گرفتند. گفتند تا نزدیکی تبس با هم بودند و همکنون میآیند. اما هنوز خبری از آنها نشده است. دقت کنید. عزیز مصر به شدت در جستجوی آنهاست. خیلی سفارش آنها را کرده است. از کنان عشی درست است. ببین سیکن نفر بعد اهل کجا هستی؟ جات هستم از کنان. پایان 40 روز نزدیک است. گمان میکنم زلیخا به این خلوت پایان دهد. اگر زلیخا پس از 40 روز همسری شما را نپذیرفت چه؟ انتخاب همسر به اجبار نمیشود.
من فرمان خدا را به او ابلاغ نمودم. می تواند بپذیرد، می تواند نپذیرد. از برادرانم خبری نشد، دیر کردند. عالی جناب اجازه ورود میدن؟ میتوانید وارد شوید. عالی جناب، برادران شما تا نزدیکی تبس آمدند، اما ورودشان را به تبس کسی ندیده. شاید وارد تبس شدند، اما مامورین شما آنها را ندیدند. اگر وارد تبس شده باشند، بیشک باید به سیلوهای گندم مراجعه کنند. آنجا به دنبالشان میگردید. آنها را یافته به حضورتان میآورم. آنها را با خود به قصر آخناتون بیاور. میخواهم ببینند خداوند با برادری که میخواستن اثری از او نباشد چه کرده است. اطاعت یا نبی خدا. دروازه‌های مختلف خارج شویم؟ بی سر و صدا و بدون جلب توجه از همان دروازه‌هایی که وارد شدیم خارج می‌شویم. بختیار ما بود که موقع ورود ما را نشناخت. سب می‌کنیم تا روبین و شمعون هم بیایند. فقط با فاصله از هم از اینجا دور می‌شویم. نباید ما را با یکدیگر ببینند. تردید نکنید، هنوز مأمورین در پی ما هستند. ده برادر کنعانی با یک دیگر ندیدید؟ در میان مردم کنعانی زیاد هست قربان، اما ده برادر با هم نه، ندیدم. آن دو نفر چرا چهره خود را پوشاندند؟ فکر میکنی دلیل خاصی داشته باشه؟ حتما دارد که چهره خود را میپوشانند. آنجا رو بنگر. شما کجا هستید؟ چرا چهره پنهان میکنید؟ ما همه جا به دنبال شما گشتیم. خواستیم یک بار دیگر مزاحم عزیز مصر نشدیم. ما سعی کردیم نقشه پدر را اجرا کنیم و ناشناخته باقی بمانیم، اما نشد. ظاهراً اراده‌ای فوق اراده‌ها می‌خواهد که ما شناخته شویم. پدر نقشه دیگر می‌کشد، ولی اراده خداوند چیز دیگری است. برویم. دیگر نمی‌توانیم پنهان بمانیم. برویم. نگرانی شما بی مورد است. بالاخره آنها خواهند آمد. پس چه شدند؟ آنها تا نزدیکی تبس آمدند و ناپدید شدند. جناب صدر اعظم اجازه ورود می دهند؟ وارد شو مالک. آنها در قصر آخناتون هستند. آمدند؟ بله بانو.
برادر کوچکشان را هم آوردند. شما بروید، من نیز خواهم آمد. برای آنها نقشه هایی دارم که تصورش را هم نمیتوانم بکنند. میخوای آنها را مجازات کنی؟ نه، قصد اصلاحشان را دارم. خواهی دید آسنات، چرا این دو حادثه عجیب زندگی من در یک زمان رخ داده؟ دیدار برادران و دیدار زلیخا. گویا همه مسیر زندگیم را طی کردم تا در این روزها به این دو حادثه برسم. شاید اراده خدا بر آن است که پاداش سالها هجران را یک جا عنایت کند. نمیدانی چقدر مشتاق ملاقات بنیامین هستم. بعد از 30 سال راستی او اینه چگونه است؟ تا لحظاتی دیگر او را ملاقات خواهی کرد. میکنیم بانو، فقط چند لقمه. چرا این همه خود را رنج میدهید؟ قدری از این غذا تناول کنید.